ولی اجازه ندید و فقط میخوام فقط با من دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی در برنامه زنده ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران همراه باشید. در این برنامه آماده پرسش های شما در رابطه با خود، همسر، فرزندان، اطرافیان و غیره هستم. تکرار برنامه ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس و یک شنبه ساعت 10 صبح می باشد. سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب باشید. با این آهنگ عشق شروع میکنیم امروز برنامه راجع به عشق، عشق بدون قید و شرط، عشق سالم. حتما رضا جون خودش های مهندس میگذارن مطالبی که میخوره به این برنامه. یه 2 دقیقه اینو میگذاریم. عشق احساس خوب ایجاد میکنه اگر محدود کننده نباشه. سلام 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 عزیزان، در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران و اینستاگرام عشق احساس خوب ایجاد میکنه اگر محدود کننده نباشه. اگر 40 قاعده شمس تبریزی رو بدونیم راجع به عشق، اگر کتاب ملت عشق رو بدونیم، خب امیدوارم خوب باشید. این برنامه خدا قوت، این برنامه از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران زنده پخش میشه و آقای رضا عکسای خیلی جالبی نسبت به موضوع ما میگن، رابطه عاشقانه زن و شوهر و رابطه ناعاشقانه زن و شوهر و اینکه چگونه ما میتونیم این روابطمون رو خوب کنیم. بله، ولی باز هم قشنگه. اوکی، نوشتید عشق به فرزند. عشق فقط به فرزند نیست، عشق به همه هستش، ولی ما میخوایم نگاه کنیم ببینیم که چگونه ما میتونیم عشق رو عمیقا ببینیم. آیا عشق فقط یه هورمون کاتکولامین، دوپامین، سراتونین و اکسیتوسین و هورمون‌های چک واقعا میتونه بعضیاش مثل هورمون‌های بسیار جدا کننده باشه، تکسیواسین و یا وابستگی و اتچمنت باشه؟ بنابراین در خیلی سلام ساده میخوایم راجع به عشق صحبت کنیم. کتاب یک سبد عشق رو، رمز راز عاشقانه زیستن رو ترجمه کردم براتون. میگم بزرگترین عشق من و آقای افسری راد، بزرگترین عشق عشقی است که همه چیز میدهد و در برابر آن هیچ چیز نمیخواهد. مگه میشه؟ بیکار شدی؟ من دیگه عشق ندارم برات. حالم بده، دستت ناراحتم، مریضی، ناراحتم، کلامت اینجوری، دوست ندارم. هر عاشقی در آرزو و حتی بیتاب دریافت پاسخی از معشوقه، اما عاشق واقعی در عین این اشتیاق هرگز چیزی طلب نمی کنه. هیچ چیز به جز مجوز ماندن و تداوم حضور. این نابترین شکل عشقه و لذت بخشترین اون، زیرا عشق این چنین هرگز نمی میره، هرگز تلخ و دردناک نیست. دردناکی عشق از کجا شروع میشه؟ از زمانی شروع میشه که توقع شروع میشه، لوبوسکالیو، از اوست. و از کجا شروع میشه تلخی عشق؟ از انعکاسی است که ما نسبت به عشق داریم. انعکاس چیزی است که ما مستقیما اون چیزی است که در خودمون میبینیم. ما چیزها رو همونطوری که هستند نمیبینیم، ما اونها رو همونطوری که دلمون میخواد و برداشتمونه و معنای خودمونه، اسامشنای خودمونه، مینینگهای خودمونه میبینیم. دوباره اشاره میکنم کتاب 4 میثاق فور اگریمنت دان میگل رو بخونیم و من ترجمه شدهش رو تمام سایت ها، یوتیوب، همه جا گذاشتم، برید بشنوید. بنابراین عشق ترس نیست، عشق آزادیه، عشق رهاییه، عشق پذیرشه. اگر خدا رو هم به طور عمده ما ترس
نگاه میکنیم و عشق نمیبینیم به این معناست که ترس و گناه به ذهن خود ما اومده. بیش از حد درون خود ماست، درون خود ماست. اگر خدا رو پر از عشق ببینیم، بعد ببینیم ما خودمون اینجوری هستیم. اگر دیگران رو پر از عشق و محبت ببینیم، درون خود ماست. و اگر نمیبینیم هم درون خود ماست. میخواستم بررسی بکنم رمان عاشقانه ملت عشق رو که اثر الف شافاق هستش و 40 قاعده در واقع شمسه که در اونجا گذاشتن. این نویسنده فرانسویه و متولد ترکیه هستش، ولی یکی از پرفروشترین کتاب هاست که به زبان انگلیسی و زبانهای بسیاری ترجمه شده. اگر بخوام بگم از یک زبان عرفانی بین شمس تبریزی و مولانا است که به صورت دو داستان موازی و در هم تنیده روایت میشه که چه قشنگه. مولانا قونیه. بطن اصلی کتاب در دوروبر موضوع عشق، نقش اون در دنیای مدرن امروز هستش و خیلی جالبه که اون رو از غرب، واقعا از غرب به شرق گسترش داده و یک زنی زندگی یک رنگ و بوی دیگه میگیره. راجب مولانا و عشق و اون تلاطمی که او ایجاد میکنه که چگونه یک قطع سنگ کوچک برکه راکد و خاموش رو قطع سنگ میتونه تکون بده. این کتاب ملت عشق رو حتما بخونید. در سال 2010 به 2 زبان ترکی و انگلیسی و زبانهای دیگه هم ترجمه شده. یکی از پرخواننده ترین کتاب ها هستش و روایت زنی رو میگه که خیلی جالبه. زن خانه‌دار متأهل و ناخشنود به نام الا و در ماساچوست زندگی میکرده، برای آژانس ادبی آژانسی کار میکرده و هنوز هم اون روی چند کتاب داره کار میکنه، کتاب کفر شیرین و غیره به هر حال. و داستان عزیز روایت دیگه است که روایت دوم این رمانه و داستان شمس تبریزی عارف صوفی است که او چشمنداز مرگش رو میبینه و میدونه که باید کسی رو پیدا کنه تا تمام اون چیزی که راجع به عشق که در نهادشه، دانششه، عرفانشه، به کسی انتقال بکنه. از سمرقند به قونیه میره، جایی که با جلال الدین رومی آشنا میشه و واقعا عاشقانه زندگی میکنن و عشق را به ما یاد میدن. بله، نوشتن ملت عشق فوق‌العاده است حتما. در این کتاب داستان ها زیاده، خیلی قشنگ نوشته شده و اون چیزی که شما میخوام الان در این لحظه در خودتون ببینید اینه که وقتی که راجب مولانا صحبت میکنی و اون 40 قاعده عشق که از زمانهای مختلف توسط خود مولانا نقل شده، شمس نقل شده، میتونه دیدگاه ما رو، دیدگاه مخاطب رو به زندگی و روابط آشکار ما با فلسفه زیستن و انسان تغییر بده. این همون چیزیست که شمس در مولانا ایجاد کرد. تأثیر چنین عرفانی رو ما در اشعار رومی به وضوح میبینیم و در پشت پرده همه آثار او میبینیم که عرفان شمس چجوری خودنمایی میکنه، چجوری نشون میده، چجوری تلطع داره. و این کتاب از چند قسمت تقسیم شده. کتاب ملت عشق در رابطه با خاک، تولداتتون هم نگاه کنین ببینین تولدتون چه ماهیه. خاک عمق آرامش، آب تغییر و جریان یافتن زندگی، باد رفتن، سفر رشد کردن، پرواز کردن، بالا رسیدن، کوچ کردن، بالای نردبان خود نه نردبان دیگری، آتش گرماست، هیجان ما به نابودش نگاه نمی کنیم و خلع تأثیر نبوده چیز هاست و تازه چیزهایی هم که نیستن. قانون خلع رو بخونید میبینید که چه چیزهایی هستند که ما راجع بهش نمیدونیم ولی تو زندگیمون میبینیم.
بنابراین راجع به عشق که میخوایم صحبت کنیم، که این کتاب ملت عشق بیش از 750,000 بار چاپ شده و غیره، حتما بخونید این کتاب رو. و قوانین بی‌نظیر زندگی است که به ما یاد میده، که برای ما ضروریه که هر کدوممونو یک انسان ویژه، یک انسان مستقل، یک انسان با اراده، یک انسان با انتگریتی، تمامیت، حرف و عملمون یکیست میبره. و در هنگام تجربه و صحبتن از عشق، ما نمیخوایم واقعا قوانینی داشته باشیم. هیچ قانونی بالاتر از خود، فراتر از عشق نیست. داستان‌ها و شعرهای عاشقانه زیاده و شهرت جوانی جهانی داره، ولی میخوام راجع به خودتون و این کتاب و بررسی این کتاب و اینکه تو زندگیتون میتونید چگونه استفاده کنید ازش بررسی کنید. سلام عرض میکنم خانم مهتاب نازنین، خوشحالم که اینجایید امروز. سلام خدمت خانم دکتر عزیز، آقای رضا، بقیه دوستان عزیز از اقصا نقاط دنیا از جمله ترکیه و تمامی دوستان عزیزی که الان در اینجا حضور دارن. سال نو میلادی رو به همه تبریک میگم، ایشالله که سال خوبی داشته باشیم خانم دکتر. ممنونم، قربان شما. خب دوستان، خانم دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی بالینی و لایف کوچ هستند. ایشون میتونن به سراسر دنیا مشاوره بدن، مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین. و دوستانی که مشکلات خانوادگی دارن در ارتباط با خودشون، فرزندانشون و اطرافیان، برای اینکه اگه خیلی خشم دارن، استراب دارن، ناراحتن، نمیدونن اصلا واقعا چی کار باید بکنن، اصلا یه وقتایی ماها نمیدونیم مشکلمون چیه، خیلی خوبه که با یکی صحبت کنیم و خانم دکتر میتونن این مشاوره رو بدن. الانم که در حال حاضر دارن لطف میکنن، هر روز میتونیم، روزای سه شنبه میتونیم با خانم دکتر در ارتباط باشیم و این خیلی مهمه. بنابراین شما دوستان میتونین برای تمام مشکلاتتون و آزمون‌های شخصیتی، هر مشکلی که هست، هر موردی که هست، تماس بگیرین. شماره تلفن ایشون 818-274-6312 و وبسایت ایشون هم که www.noravi.com هستش، که شما میتونین به فیسبوک ایشون و اینستاگرام، یوتیوب مراجعه کنین و لطفاً حتماً لایک کنین ویدیوها رو که میبینین، یعنی این کمترین کاریه که میتونین بکنین. و میتونین به تمام ویدیوها دسترسی پیدا کنین و خیلی چیزها رو ممکنه الان خانم دکتر اینجا توضیح میدن، شما سوال میکنین، لطفاً لطفاً راجع به خودتون بیشتر بگین، از سنتون، ازدواج کردین یا مجردین، بچه دارین، و اگه میخواین یک سوالی رو مطرح کنین قبلش حتما یک جزئیاتی از خودتون بگین که خانم دکتر راحت تر بتونن و بهتر به سوالاتتون جواب بدن، چون که واقعا وقتی صورت مسئله ناقصه جواب دادن طبعا درست از آب در نمیاد. و ممنونیم برای همه چی خانم دکتر. مرسی، چقدر خوب توضیح دادید و دارنم ادمینای دیگه‌مونم مینویسن. و راجع به عشق بدون قید و شرط، به معنای اینه که ما یک شخص رو دوست داریم بدون هیچ انتظار. حالا خیلی از شما میگید بچه هامونن، مادر و پدرمونن، همسر رو کمتر میگید، ولی اصلش همون شریک زندگی شماست که چگونه او رو بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید. در دنبال عشق بدون قید و شرط ما به دنبال انگیزه نیستیم، یعنی به دنبال موتیویشن نیستیم، ما انگیزه، ما به دنبال اکشن هستیم، به دنبال عمل هستیم، ما باید عمل بکنیم بدون توجهی که اون شخص کی هستش، در زمان دشوار براش وجود داشته باشیم. نمونه های از این عشقا رو مثلا میگم، مثلا همسرمون بیماره، چگونه در خدمتشیم،
درست مثل اینکه در خدمت دوستمونیم، در خدمت مادر و پدرمونیم، به خصوص مادرتون هستید و در خدمت بچه هامون هستیم. شریک زندگیمون شغلش رو از دست میده، عزیزمون شغلش رو از دست میده، چگونه قادریم شروع کنیم آرامش پیش بدیم؟ میتونیم پشتیبان مالی باشیم، کسی که تا به حال کار نکرده میتونه بره کار بکنه، میتونه مسئولیت قبول کنه، راحت نیست. ولی به جای اینکه ناراحت شدن و من بدبخت چیکار کنم و من هیچی ندارم، بیایم شروع کنیم ببینیم که چگونه میتونیم شریک زندگیمون رو کمک کنیم. مراقبت از مسئولیت‌های مالی خانواده و سلامتی خانواده و همه کار، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اقلا سرزنش نکنیم. من سرم خوردم، ببخشید، اینم جینجره باید مرتب بخورم. ببخشید، اقلا سرزنش نکنیم که از لحاظ اخلاقی هم کار بسیار شایسته هستش. عزیزمون در وضعیت سختی روبرو شده و قادر به انجام وظایف خانوادگیش نیست. چگونه میتونیم کمکش کنیم؟ چگونه میتونیم بپذیرمش؟ دوباره سرزنش، شکایت، پایین آوردن، قهر کردن، در واقع به قول جان گاتمن استون اند وال و قهر کردن، انتقاد کردن رو نداشته باشیم و مقصر دونستن اونا. عذرخواهی میکنه، البته نباید هر کاری بکنه عذرخواهی بکنه، ولی عذرخواهی میکنه، عذرخواهیشو بپذیریم. این علامت یک عشق بدون قید و شرط هستش. و به جای قر زدن و شکایت کردن، تشویق کنیم عزیزمونو، تشویق بکنیم و ببینیم که همچنین که ما داریم عیبهای اون رو میبینیم، چگونه است که عیبهای خودمون هم ببینیم. من همچنین میگم it takes two to tangle، معمولا دو نفره، ولی یه نفرم میتونه درد سر ایجاد کنه. ولی قرار ما نقصهای خودمون رو ببینیم و اگر انتظار داریم که شریک زندگیمون بدون قید و شرط ما رو دوست داشته باشه، آیا ما هم بدون قید و شرط اون رو دوست داریم؟ آیا اون رو در هر شرایطی میپذیریم؟ آیا ما از کمبودهای او که صحبت میکنیم به کمبودهای خودمون آگاهیم؟ عشق ما خودخواهانه است یا عشق ما عشق بدون قید و شرطه؟ عشقی است که سوء استفاده توش نیست، معنایی نیست، برداشتی نیست، توش عبور، پذیرشه، بخششه، ایثاره. من میخوام سوالاتتون رو بنویسین و اونجایی که عصبانی هستید و از کوره در میرید و فکر میکنید که یار شما قرار تمام شرایط خوب داشته باشه و شما رو همینجوری بپذیره، شما چقدر او رو میپذیرید؟ شما چقدر در داد و ستد عشق هستید؟ شما رابطتون با فرزندتون چطوره که بدون خیر و شرط او رو میپذیرید؟ چهار بارم به شما ناسزا میگه، بازم میبخشش که نباید ببخشید. اون دیگه عشق بدون قید و شرط نیست، اون نوریش کردن بدیه یا تغذیه کردن یک رفتار بده. خب میخوام چند تا نشونه عشق بدون قید و شرط رو براتون بگم و اینه که اولا functional family have disagreement، فامیلی های سالم، زن و شوهرهای سالم حتما با هم مجادله و بحث دارن، بحث. خب ولی در توی بحثم وقتی از کوره در میرن فاصله میگیرن، میرن کمک میگیرن، نه فامیل، مشاوره میگیرن و بعد از اون آمادن که کامپرومایز کنن، سازش بکنن، سازش داشته باشن. عشق بدون قید و شرط سازشه. وقتی که کلام طلاق تو خونه میاد، من که معتقدم فرشته نگهبان از خانه میره بیرون،
حالا بعضی ها میگین که آره من قطع کردم طرف برو شده، آره گیاه هم که زیاد آب بدین چی میشه؟ خراب میشه. باید این حد و مرز رو بدونیم در رابطه با فقط زوجین نیست، عزیزانتون، همسرتون فقط نیست، فرزندانتون، اطرافیانتون، رئیستون، باید بدونید که چگونه رفتار بکنید که سوء استفاده از شما نشه و یا شما سوء استفاده از اونا نشه. خب آینده خودتون رو شما میتونید بنویسید، کتابیست که حالا بهتون معرفی میکنم. شما قراره با هم دیگه بشینید زندگیتون رو بنویسید، 5 سال آینده، 10 سال آینده، 15 سال آینده، حتی دوران بازنشستگیتون، حتی وقتی بچه ها میرن. خیلی از شما منتظرید بچه ها برن، شما هم برین، بعد تازه میگین که دیر کردم نمیتونم برم، کاری ازم بر نمیاد، چیزی ندارم، زندگی ندارم و و و وحشتناک. بنابراین چجوری میتونید در همون دهه اول ازدواج برنامه ریزی کنید و احساساتتون رو به هم دیگه بگید، عبور کنید، بخشش کنید، نفع رفتار مناسب با هم دیگه داشته باشید و سری از هم ندارید، چیزی پنهان نیست و از لحاظ مالی، اجتماعی، اقتصادی از هم خانوادگی همه چیزهای همدیگه رو میدونین. خانوادگی نه به این معنا که خدای نکرده اگر مادر یک کدوم از شما خدای نکرده یه چیزی بدی راجع به همسرتون میگه، بیایید سریع و صادق مش بگید، به هیچ وجه به اون میگید خواهش میکنم باید و نباید ندارین و هیچ چیزی راجع به همسر من نگو، همین، به همین سادی. خب حالا سوالا شروع کنیم بخونید تا من هم بیشتر راجع به چند نکته صحبت کنم. بله خانم بهار میگن با درود خانم دکتر، اگه توی زندگی مشترک بعد از چندین سال ما دیگه اصلا با همسرمون دارن، یعنی راجع به همسرشون میگن، هیچ بچه مشترکی نداریم، اصلا هیچ حرفی برای صحبت کردن یا یه موضوعی چیزی رو نداریم، واقعا رابطمون به کجا میخواد بیانجامه؟ اوه اگر عشق باشه بچه مشترک رو به وجود میارید، وجه مشترک رو به وجود میارید که عشق باشه، وجه مشترک رو به وجود بیارید عشق باشه. هر کدوم در هفته 3 تا برنامه بنویسید، با هم دیگه میریم میشینیم این برنامه تلویزیونی رو نگاه میکنیم، با هم دیگه میریم سینما، با هم دیگه میریم این رستوران، با هم دیگه میشینیم چای قهوه میخوریم، با هم دیگه کتاب میخونیم، با هم دیگه راجع به این موضوع حرف میزنیم. وجه مشترک رو شما باید به وجود بیارید. خب وجه مشترک رو شما باید خودتون به وجود بیارید. وقتی که این وجه مشترک به وجود اومد، حرف خواهید داشت. اگر گذشت باشه، عبور باشه، پذیرش باشه، کامپرمایز باشه، یعنی انتقاد نباشه، بازخوردهای غیر سازنده نباشه، حق به من، حق به رایچس نباشم، حق با منه، حق با منه، اگر اینا نباشه میتونید، حیفه، حیفه که زیر یک سقف باشید، زیر یک سقف باشید و تلاش نکنید که وجه مشترکی به وجود نیارید و بگید که حرفی نداریم. بعدشم خیلی وقتا زن و شوهر میتونن سوار ماشین بشینن فقط موزیک گوش کنن، خیلی وقتا میشینن تلویزیون نگاه میکنن، ما قرار نیست که همش حرف بزنیم، ولی وجه مشترک رو ما قراره به وجود بیاریم و مثلا تأثیر بذاریم روی همسرمون راجع به یک غذا که بیا با همین غذا رو تهیه کنیم، اشکال نداره، بیا با هم دیگه بریم این خرید رو بکنیم، اشکال نداره، ناراحت نشید اگر حالا مثلا یکی دون عصبانی میشه، من درمان ندارم، بیا بشین از دلم، میخوام تو هم با من باشی. وجه مشترک رو بسازید، به وجود بیارید. سال بعدی. بله خانم رویا میگن که خانم دکتر سلام، من گناه همینه که خودم رو نمیتونم یعنی بی تفاوت نشون بدم و تنهام، یعنی تنهایی راحت ترم، آیا این بریدن از همه، چون که از خواهرم، از مادرم، از همه بریدم، دوتا هم فرزند دارم که اینا هم اصلا جدا زندگی میکنن، بزرگن و جدا،
ولی خب از همسرم هم جدا شدم. ولی آیا فکر می‌کنید تمام این موضوعا برمیگرده به این که یعنی من دارم افسرده میشم یا افسرده خواهم شد؟ خب مهتاب جون، این جمله رو، این تکست مطلبی که دارن توی چت بخون، من آدمه، با من شروع کن. بله، من آدم بی تفاوتی هستم، شروع کن. بله، میگن که من آدم بی تفاوتی هستم، من تنها زندگی میکنم، اینجوری بگیم. آها، خانم رویا میگن که من آدم بی تفاوتی هستم، آره، و خب تنها زندگی میکنم، از همسرم جدا شدم و از خواهر و از مادرم هم خیلی رنجیدم و ترجیح میدم که یعنی تو این انزوا بمونم. آیا این جدایی باعث افسردگی من خواهد شد؟ چون ولی میگن با تنهایی خودم حالم خوبه. من اگر تو اجتماع نباشم، من اگر در اجتماع نباشم، تو غار زندگی کنم، زندگی میکنم دیگه، چیز دیگه نمیدونم. شما میگید من آدم بی تفاوتی هستم، من تنها زندگی میکنم، من جدا شدم، تنها هستم، من از خواهر و مادرم رنجیدم و تنها هستم، من منزوی هستم، 100% من افسرده هستم، غیر از این نیست. تو غارم میشه زندگی کرد و بی تفاوت موند و تا مرد. این زندگی نیست، این مردگیه. این زندگی نیست، این مردگی نیست. من حتی بچه هام هم نبینم، من از فرزندانم هم حتی جدا باشم، من بیمارم. من قراره برم زندگی اجتماعی داشته باشم، با همه در رابطه باشم، بالا پایین داشته باشم، قراشتی داشته باشم، برم رو به رو بشم و خودم رو مخفی نکنم که من آسیب نبینم. پس من میرم مردگی رو دارم انجام میدم. در واقع من مردم، من زنده نیستم. نازنینم، با تمام عشقی که بهتون دارم، میخوام این 10 جلسه 20 جلسه رفتن دفتر مشاوره نیست. این اینه که برای شما یاد بگیری که من چرا آدم بی تفاوتیم، بری مشاوره کمک بگیری. من چرا تنها زندگی میکنم؟ من چرا جدا شدم از همه، از همسرم، از مادرم، از خواهرم، از فرزندانم و من چرا اینجوریم؟ اینا سوالاتی است که میرید شما برای خودتون با مشاور کمک میگیرید. خب سوال بعدی. خانومی گفتن که سلام خانم دکتر، من امروز 28 سالم شده، دلم میخواد یه زندگی جدید رو با شوهرم و دختر 3 سال و نیمه‌ام شروع کنم، چیکار باید بکنم؟ گذشتم دارم و همه چی رو زود فراموش میکنم. به شوهرم هم دارم یاد میدم که به لحظه نگاه کنه، نه چیز دیگه ای. یعنی در لحظه زندگی کنه، نه چیز دیگه ای. چقدر خوب. زمانی که ما در لحظه زندگی میکنیم، یعنی اون گذشته و اون هیستری، میستری، اون آسیب‌ها، اون بدبختی‌ها رو دیگه رفته. در آینده‌ام که هستیم، بعد نمی‌دونیم ما کجاییم، گیریم، من الان نگران آینده‌ام. سن نیست، نمی‌دونیم چیه. در لحظه چقدر قشنگ گفتید شما. زندگی کردن یعنی در لحظه اعتماد به نفس دارم، به خودم، حرمت به نفس دارم، شناخت خوب دارم از خودم، خانم 28 ساله، فرزند 3 ساله و دارم رو زندگیم کار میکنم، میخوام بهترین رابطه رو با همسرم به وجود بیارم. بهترین وقتی که بهترین رابطه رو با همسرتون به وجود میارین و فرزند شما بهترین فرزند و آرومترین فرزند و روانترین فرزند و فرزند بدون خشم و عصبانیت و افسردگی و جیغ و داد میشه. اینها رازهای زندگی، اینها هنر زندگی که شما داری انجام میدی و من به تبریک میگم. شمایی که میتونی یک رابطه عاشقانه تر از حالا 4 سال پیش ازدواج کردی به وجود بیاری و مطمئن باشی که این یک عشق بدون قید و شرط هستش، شما داری این رو زندگی میکنی و من به تبریک میگم. اون
خانم رویا که گفته بودن میخوام تنها باشم و اینا، میگن که خیلی مطالعه میکنم، سخنرانی گوش میدم و انگار دورورم شلوغه و واقعا حوصله آدم ها رو ندارم. یعنی من دچار بیماریم، یعنی الان دیگه بیمار شده این خانم. آره عزیزم، اینقدر مطالعه کن، اینقدر سخنرانی گوش کن، مثل یک چراغ پر از نفتی، چراغ پر از نفت که یک کبریت لازمه. با سوادی مطالعه میکنی و سخنرانی ها، سمینار ها و کتاب ها کجا موقع استفاده کنی؟ از این کتاب ها استفاده نکنی، رابطت رو با فامیلت خوب کنی، با اطرافیانت خوب کنی، خب چه فایده این همه؟ نفت پر چراغ، کجا روشنش کنی چراغ تو؟ چراغ دل روشنت رو کجا روشن کنی؟ چراغ دل تاریک رو کجا روشن کنی؟ که روشنش کنی نازنین. پس خوبه که نوشتی اینو، ممنونم که اینو نوشتی. داری میری جلو. شما عشق مشروط داری. عشق مشروط کسایی که دارن مثل یک تجارته. اگر با من اینطوری رفتار کنی، من اوکیم، من میپذیرم. حالا نمیگم شما کاملا اینو داری، دارم به طور کلی الان میگم، اگر رفتارتون غیر از این باشه من طردتون میکنم. بنابراین عشق مشروط کار نمیکنه. خب من ترکشون میکنم، حالا با خودم هم اینجوری اوکیم، ولی در نهایت نیستی، زیرش نیستی، حالمون خوب نیست جونم. بله، یه سوال البته در ارتباط با موضوع برنامه نیست، اونو بخونم یا سال بعدی که تقریبا مربوطه بخونین بعد اون آخر بخونین نازنین. اوکی. یه خانمی گفتن که با درود، یه دوستی دارم که در شرکت همسرش کار میکنه ولی همسر به او هیچ حقوقی نمیده. هر وقت دوستم اسم طلاق میاره، همسرش قول میده که شرکت رو به نامش بکنه، ولی من فکر میکنم که همسر دوستم دروغ میگه. از اولا عزیزم، اگر اینها حساب کتاباشون جداست، یعنی اینکه یه حساب دارن، خانم جدا حساب داره، آقا حساب جدا داره، یه حساب مشترک دارن، داستان اینه که حتما قراره برای کاری که میکنه حقوق بگیره. و به نظر میاد این آقا حساباش جداست، به نظر میاد، حالا بیشتر بنویسیم. و بعد میگه که اوکی من شرکت رو به اسمت میکنم. داستانه دیگه، این داستانه. و این خانوم اگر اینجوری راضیه که دیگه من چی بگم، و اگر پولاشون جدا هست که دیگه چی بگم. در زندگی مشترک ما قرار حساب کتابی نداشته باشیم و جیبامون یکی باشه. پس اگرم میرم کار میکنم با همسرم، جیبامون یکیه، خرجمون یکیه، آیندمون یکیه، خونه میخریم به اسم هر دومونه، کار دست هر دومونه، کار بکنم دیگه پولی نباید بگیرم. متوجه هستید؟ نوشتین حساباشون جدان، خب پس اینم باید حقوقش رو بگیره دیگه. برای چی میره یه جا رایگان میره کار بکنه؟ پس باید یاد بگیره دیگه حق و حقوق. ما باید حق دادنی نیست که گرفتنی. اگر حساباشون جداست که من متاسفم و من مخالفم، پس قراره ایشون نره تا حقشو بگیره. بله. قولهایی هم که به اسمت میکنم داستانه. نه خندیدی مهتاب جون، نه خندیدی. خیلی آخه این داستان خیلی تکراریه خانم دکتر. من نشنیده بودم به این صورت. که بدون غیر شرط به دنبال چیزی نیستید، با تمام وجود عاشق یارتون، شریکتون، همسرتون، فرزندان، دوروبر و اطرافیانتون هستین جونم. میگن که خانم دکتر خانواده همسر من با اینکه خیلی کوتاهی در حق شوهرم کردن از نظر پشتیبانی و قولهای واهی و پوچ، با این حال همسرم خیلی بیش از حد از لحاظ مالی و عاطفی ساپورتشون میکنه و این منو اذیت میکنه. عزیز دلم، ما کجاییم که قضاوت کنیم که چه کار کردن یا نه؟ همسر شما میتونه احساس گناه کنه؟
میتونه مسئول اونا خودشو بدونه، امیدوارم از خانه و زندگی شما نزنه، میتونه هیچی هم نبوده، داستانا و برداشتای خودش بوده که به شما گفته منو اذیت کردن و حالا اینجوری میکنم. او پروسیس که همسرتون باید بره رو خودش کار کنه، نه شما. این مسئله مسئله همسرتونه، قراره بره رو خودش کار کنه، ولی اگر از لحاظ مالی شما کم میاری، اونجاست که باید بری یه مشاوره صحبت کنین که ما خودمون نداریم بخوریم، داده میشه به دیگران. چون در رابطه زناشویی اول زن هستید، مرد هستید، اول به خودتون، سلامتتون، حال و هواتون میرسی، بعد این رو هدیه میدی به همسرت، بعد بچه ها، بعد مادر و پدر. حالا در هر نوع روابط مالی صدق میکنه. خانمی هم گفتن که چیکار کنیم که صمیمیت بیشتری در خونه ایجاد کنیم و شور و شوق در رابطه رو بیشتر کنیم. من گفتم دیگه انگیزه ایجاد کنید و اینجا نوشتم وجه مشترک ایجاد کنید. خوشحال باشید، خوشحال باشید که یاری دارین، با هم دیگه هستین، با هم دیگه صحبت میکنین. زندگی رو آسون بگیرید، زندگی رو آسون بکنید، قهر رو کنار بگذارید. فاصله گاهی لازمه، هر کس فضا لازم داره. من خواستم راجع به اینکه زنان چه میخوان و مردان چه میخوان نشون بدم اینجا در زوم، و اگر امکان داره آقای مهندس رضا این رو در اینستاگرام نشون بدید خیلی خوب میشه. برای من شیرینگ رو بدید، من رو بگذارید که بتونم شیر کنم. آقای مهندس رضا میشنوید؟ بله، دارن روش کار میکنن. خب مهتاب جون سوال بعدی رو بگین شما. یه سوال، این سوالایی که میپرسن یه مقدار حالا میذاریم برای بعد. میگن که آقای خانم اچ اس گفتن که عشق رو همین جوری که شما بیانش میکنین منم معتقدم بهش که باید بی قید و شرط باشه، منظورشون اینه. ولی واقعا کسی رو با این تفکر تا حالا پیدا نکردم که به عنوان شریک زندگیم انتخابش کنم. سوال من اینه که من کسی رو که عشق بدون قید و شرط به من بده پیدا نکردم، درسته؟ بله. جواب چیه؟ من کسی نیستم که حاضرم عشق بدون قید و شرط، بدون باید نباید، بدون انتظار، بدون اینکه نگران باشم حالا اینو میدم چی میگیرم باشم. من خودم در یک رابطه چند درصدم رو باید بگذارم عزیزان؟ بنویسیم چند درصدم رو باید بگذارم؟ 50%. نه 50% دیگه، 50% باشه اونجاست که ناقصه. من قراره در یک رابطه 100% رو بگذارم، 100% رو بگذارم. زمانی که من 100% رو میگذارم و دنبال کسی میگردم و میگم که آره منم به اینش معتقدم، آره ما معتقدیم، خیلی هم عالی معتقدیم، اما کسی رو پیدا نمی کنم، پس من اونجا خودم نیستم. گفتیم که اگر خدا رو بخشنده و مهربان و خوب میبینیم و ظالم و انتقامگر نمیبینیم، پس تو خودمون این خوبی ها هست. خدا خدای بخشنده است. من انسانی هستم که حاضرم با تمام وجودم. این آقا بودن نوشتن یا خانوم؟ مشخص نیست. من حاضرم با تمام وجودم 100% دنبال زنی برم، دنبال مردی برم که بتونیم با هم دیگه کامیونیکیت کنیم، ایجاد ارتباط کنیم، شریک زندگی بشیم و هم دیگر دوست بداریم. و حاضرم تمام مرزهای باید نباید هامو و کنترلامو و ترس هامو ببندم. مرز بسته شده. من با شهامت میرم دنبال این ازدواج، با این نگاه میرم دنبال ازدواج، با دنبال یکی بودن میرم دنبال ازدواج. خب بله. درمان استراب اجتماعی چیه خانم دکتر؟ و اینکه با در جمع، یعنی توی جمع رفتن به سختی
میگن که همین استراب اجتماعی، یعنی که اگه بخواد بره توی گروه اجتماعی خیلی مضطربه و کلافه است. سوشال فوبیا، this is called social phobia. چند سالشونه خانومن، آقان، چجوریه؟ فکر کنم خانوم باشن. نوشتن خوب... چند سالشونه؟ نه نه نوشتن. آه اوکی، کاش که می نوشتن، این خیلی مهمه، نشون میده خیلی چیزا رو. زمانی که من سوشال فوبیا دارم، این یکی از بارزترین، بدترین رفتاریه که من میتونم رو خودم سختگیری کنم و مادر و پدرم تو زندگی با من همچین رفتاری رو داشتن که من میترسم، من میترسم تو اجتماع برم، روبرو بشم، حرفمو بزنم. و یکی از روش ها اینه که شروع بکنی ویو اکسپوژر، کم 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 با دوستای یک دونه، دوتا، پنجتا، شیشتا و بیشتر دوست داشتن رابطه ایجاد کنی، روش های حرف صحیح حرف زدن رو یاد بگیری، کتاب هایی رو بخونی که بتونی راجبش حرف بزنی. و وقتی که با یکی روبرو میشی فرم هست، لغت کلام فرمه، فامیلیش رو میپرسی، از فامیلیش میپرسی، از خانوادهش میپرسی، اکیوپیشن، از شغلش میپرسی، چی شغلی داره، چند ساله، تحصیلاتش چیه، چی کار کرده، ریکریشن، سرگرمیاش چیه، چه سرگرمیایی داره، و موتیویشن، چجوری انگیزه ایجاد میکنه تو خودش. به جای اینکه مشروب بخورید، وید بکشید، چیزی بکنید، این حالت اختلال استرابیش تحت شعاع میشه و بدتر و بدتر میشه. بنابراین شما یک جوری اختلال وسواس فکری داری و این سوشال فوبیا ریشش استرابه و نمیتونی روی خودت بری و قشنگ حرفتو بزنی. درزم شما فکر میکنید که مردم نشستن از شما ایراد بگیرن، از شما بگن که تو اینت بده، اینت خوبه. نه، آدم ها اونجا نیستن که از شما بخوان ایراد بگیرن، آدم ها اونجا هستن که به شما کمک کنن. در ضمن شف روز یکی از دوستان من هستن که در اورنج کانتی شف بسیار خوبی هستن، اینستاگرامشون رو ببینید، و اینجا آمدن و گوش میدن و خیلی خوشحالم همراه با نازنین یارشون. خانم سپیده میگن که یک سال ازدواج کردم خانم دکتر، بعد از 4 ماه مجادله و بحث و گفتگوها شروع شده با هم دیگه، یعنی خودش و همسرشون مشاوره میرن اما نمیدونن این موضوع به کجا ختم میشه. ایشون دوست داره که همه چیز رو کنترل کنه و مطابق همه چی مطابق میلش باشه، ولی خب میگه من دوست دارم که در کنار هم باشیم ولی رها باشیم. خب ببینید، حتما مشاوره برید. الان من یه نفر رو گفتم بیان اینجا، نمیدونم چی شد. دوباره خانم مسی تشریف بیارید. تمام داستان اینه که شما وقتی مشاوره میرید اطمینان کنید بهش. خب شما سوار هواپیما میشید، اطمینان میکنید به خلبان، رستوران میرید، اطمینان میکنید به رستوران چی و غیره. بنابراین شما اگر اطمینان داشته باشید به اون مشاور، حتما به شما میتونه کمک کنه که چگونه یک رابطه عاشقانه، چگونه یک رابطه صمیمانه، چگونه دانستن نیازهای شما خانم و نیازهای ایشون و اون عشق بدون قید و شرط رو بهتون یاد میده. روابط عمیق میشه. فقط برید و گوش بکنید، مشاوره شکی نداشته باشید. حالا خیلی از شما ناراحت میشید، میرید یه قضا به اصطلاح یه دارو میخورید، دارو مثل عصا میمونه، مثل باکره، به محض اینکه میگذاریدش پایین اثرش از بین میره. من از دوستانی که در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران هستن قرار خداحافظی کنم و میریم روی اینستاگرام و با شما دوستان خواهم بود و پرسشاتون رو جواب میدیم. مهتاب جون شما میتونی بیای زوم یا روی اینستاگرام، هر دو رو دوست داری تشریف بیار. بله میام تو اینستا. بیاین تو اینستا. خب خدا نگهدار شما عزیزان و
ولی اجازه ندید و فقط میخوام فقط با من دکتر شیرین نوروی روانشناس بالینی در برنامه زنده ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران همراه باشید. در این برنامه آماده پرسش‌های شما در رابطه با خود، همسر، فرزندان، اطرافیان و غیره هستم. تکرار برنامه ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس و یک شنبه ساعت 10 صبح می باشد.